با سلام خدمت مخاطبین گرامی فرادرس، من مریم داورپناه هستم، مدرس دانشگاه. در خدمت شما هستم با دوره آموزش درس مبانی آنالیز ریاضی، نکته و تست کنکور ارشد در مجموعه فرادرس. در فصل اول به بررسی مواردی مثل سوپریموم، اینفیموم، خاصیت ارشمیدسی اعداد حقیقی، نرم اقلیدسی و اعداد مختلط می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید. درس اول سوپریموم و اینفیموم. اگر آرو من مجموعه‌ای بگیرم که از بالا کراندار باشه و ناتوهی باشه، این قسمت کرانهای بالای مجموعه آ هست و این آ سوپریموم یا کوچکترین کران بالای آ هست اگر و فقط اگر این دو شرط رو داشته باشه. اولا برای هر ایکسی که داخل آ در نظر بگیرم، x کمتر یا مساوی این آ هست و ثانیاً برای هر افسیلون مثبت، اگر یه افسیلون من بیام سمت چپ، یه ایکسی وجود داره در مجموعه آی من به طوری که x بزرگتر از آی منهای افسیلون هست. مجموعه آیی که از بالا کراندار هست سوپریمومش در آر موجوده. شبیه این مطالب رو برای اینفیموم هم میتونم بیان کنم. اگر مجموعه آ ناتوهی و از پایین کراندار باشه، در این صورت اینفیموم یا بزرگترین کران پایین آ در آر موجود هست. این بی رو اینفیموم مجموعه آ میگیم اگر و فقط اگر دو شرط داشته باشه. اولا برای هر ایکسی که متعلق به مجموعه آ هست، x بزرگتر یا مساوی این b باشه و ثانیاً اگر یه افسیلون من بیام به سمت راست، برای هر افسیلون مثبت یه ایکسی در مجموعه آی من وجود داشته باشه به طوری که x کمتر از b به اضافه افسیلون باشه. یه مثال آ رو میگیرم مجموعه یک انوم ها، یعنی آ مساوی با یک، یک دوم، یک سوم، الی آخر. این مجموعه هم از بالا هم از پایین کران داره، چون بین صفر و یک قرار داره. پس طبق نکاتی که گفته شد، اینفیمومش و سوپریمومش در آر موجوده. اما ماکسیموم و مینیمومش رو باید بررسی کنم. ماکسیمومش میشه یک. ماکسیموم موجوده، پس مساویه با سوپریموم هست. اینفیمومش صفره، چون این یک دنباله نزولی است که به سمت صفر هم گراست. بعداً در مبحث دنباله ها در این مورد بیشتر توضیح میدیم. اینفیمومش میشه صفر، اما مینیموم این مجموعه موجود نیست، چون من نمیدونم کوچکترین عضو یک انوم چه عضویست. میدونیم که باید ماکسیموم و مینیموم متعلق به همین مجموعه باشند، اما سوپریموم و اینفیموم لزومی نداره که متعلق به این مجموعه باشه. یه تست حل کنیم. اگه مجموعه آ به این صورت تعریف بشه و بی مجموعه کرانهای پایین آ باشه، سوپریموم بی رو از ما خواسته که به دست بیاریم. شکلی که من کشیدم نشون میده که سوپریموم ب دقیقاً اینفیموم مجموعه آ هست. پس باید اینفیموم این مجموعه رو به دست بیارم. چه کار کنم؟ برای به دست آوردن اینفیموم این مجموعه دقیقاً همون کاری رو انجام میدم که برای به دست آوردن نقطه مینیموم انجام میدادم. یعنی مشتق میگیرم، مشتق و مساوی صفر قرار میدم، ریشه رو به دست میارم، تعیین علامت میکنیم و اف این نقطه رو به دست میارم، میشه اینفیموم این مجموعه. چون من تعیین علامت کردم و مطمئن هستم که این نقطه نقطه مینیموم من هست. اینفیموم آ رو به دست آوردم و طبق اون چیزی که گفتم سوپریموم بی مساوی است با اینفیموم آ. چند تا نکته ببینید. مجموعه آی به اضافه ب چی هست؟ آی به اضافه ب یعنی تمام اعضای آ رو با تمام اعضای بی جمع کن. حالا اگر من بخوام سوپریموم آی به اضافه ب رو به دست بیارم، جواب میشه سوپریموم آ به اضافه سوپریموم بی. در صورتی که اعضای آ و ب نامنفی باشند، این شرط خیلی مهمه، در صورتی که نامنفی باشند سوپریموم حاصل ضرب مساوی با حاصل ضرب سوپریموم ها میشه. در صورتی که لاندا یک عدد مثبت باشه، سوپریموم لاندا آ مساوی است با لاندا سوپریموم آ. مثلا سوپریموم 2 آ مساوی است با 2 تا سوپریموم آ.
و در صورتی که لاندا یک عدد منفی باشه، سوپریموم لاندا آ مساوی لاندا اینفیموم آ. دقت کن اینجا وقتی که لاندا منفی شد، سوپریموم به اینفیموم تبدیل میشه. مثلا سوپریموم منفی آ مساوی است با منفی اینفیموم آ. حالا من از این مطلب میخوام اینجا استفاده کنم، سوپریموم آ منهای ب رو به شما بگم. سوپریموم آ منهای ب مساوی است با سوپریموم آ به اضافه سوپریموم منفی ب، چون آ منهای ب هست آ به اضافه منفی ب. خب سوپریموم آ رو که دارم، به اضافه سوپریموم منفی ب، منفی ب چی بود سوپریمومش؟ میشه منفی اینفیموم ب. پس فرمول سوپریموم آ منهای ب مساوی میشه با سوپریموم آ منهای اینفیموم ب. سوپریموم آ اجتماعش با ب چجوری به دست میاد؟ در حالت کلی وقتی من هیچ شرطی رو براش نداشته باشم، سوپریموم آ اجتماع ب مساوی است با ماکسیموم سوپریموم آ و سوپریموم ب. اما اگر این شرط رو داشته باشم، یعنی این دوتا عبارت هر دوشون بزرگتر یا مساوی صفر باشه، به یک رابطه نامساوی بین سوپریموم آ اجتماع ب و سوپریموم آ و سوپریموم ب میرسم. در صورتی که آ زیر مجموعه ب باشه، در این صورت سوپریموم آ کمتر یا مساوی سوپریموم ب هست. از روی شکل واضحه اینجا سوپریموم آ و اینجا سوپریموم ب هست. ولی اینفیموم برعکسه، نگاه کنید، اینفیموم ب میشه کمتر یا مساوی اینفیموم آ. اینجا اینفیموم ب، اینجا اینفیموم آ. نکته بعدی میگه اگر آ زیر مجموعه ای از آر مثبت باشه، این مهمه، در این صورت اینفیموم یک ایکسوم هایی که ایکسشون متعلق به آست مساوی با یک روی سوپریموم آ میشه. میتونید برای خودتون مثال بزنید، آ رو یک مجموعه مثلا دو عضوی بگیرید، آ رو بگیرید مثلا مجموعه یک و سه، یک ایکسوم هایی که ایکسشون متعلق به آس رو تشکیل بدید، ببینید که این فیمومش میشه یک روی سوپریموم مجموعه آمون و سوپریموم یک ایکسوم هایی که ایکسشون متعلق به آس مساوی میشه با یک روی این فیموم آ، به شرط اینکه آ دور از صفر باشه. یعنی چی دور از صفر باشه؟ یعنی این اینفیموم آ صفر نشه. در این صورت میتونی این فرمول رو ازش استفاده کنی. در غیر این صورت این سوپریموم یک ایکسوم ها مساوی میشه با بی نهایت. در این درس یک سری تعاریف و مفاهیم مقدماتی رو براتون یادآوری میکنیم، چون در درس های بعد بهش نیاز دارم. اعداد گویا و گنگ. من آر رو میتونم بنویسم اجتماع اعداد گویا و اعداد گنگ. میدونم که آر ناشماراست، کیو شمارا و اعداد گنگ هم ناشمارا هست. یه نکته بهتون بگم برای تشخیص این که رادیکالی گنگ هست یا گویا. اگر من بتونم عبارت زیر رادیکال رو، این n رو به صورت m به توان کای بنویسم که m یک عدد طبیعی باشه و بتونم به راحتی از زیر رادیکال درش بیارم، در این صورت این رادیکال گویاست. مثلا رادیکال 16 رو میتونم بنویسم رادیکال 4 به توان 2 و حاصلش از زیر رادیکال در میاد مساوی با 4 میشه. رادیکال فرج 3 8 رو میتونم بنویسم رادیکال فرج 3 2 به توان 3 و حاصلش 2 میشه، از زیر رادیکال بیرون میاد. پس این میشه عدد گویا. اما اگر نتونی یک عدد امی پیدا کنی که طبیعی باشه و ام به توان کا مساوی با این ان باشه، در این صورت این عدد عدد گنگه. مثلا رادیکال فرج 3 7 عدد گنگه، چون نمیتونم 7 رو بنویسم ام به توان 3. یه نکته دیگه، اگر n بزرگتر یا مساوی 2 عدد طبیعی باشه، رادیکال n دو منهای 1، رادیکال n دو به اضافه 1 و رادیکال n منهای 1 به اضافه رادیکال n به اضافه 1 اعداد گنگ هستند. اثباتهاش هم خیلی ساده است.
برای اینکه ثابت کنی گنگه، به برهان خلف فرض کن گویا باشه. پس عبارت زیر رادیکال مساوی با یک ام به توان دویی هست. ادامه بده و به تناقض برس. اما اینها تنها اعداد گنگ نیستند. من فقط به چند مورد از مهمترین ها اشاره کردم. یه تست حل کنیم. آیا مجموع دو عدد گنگ عددی گنگه؟ جوابش رو به روش میبینید. مثال نقضی براش آوردم که میبینید که مجموع دو تا عدد گنگ گنگ نیست. آیا حاصل ضرب دو عدد گنگ عددی گنگه؟ دو تا عدد گنگ رو در هم ضرب کردم، حاصلش شده عدد گویا. پس این هم درست نیست. آیا هر عدد گنگ به توان عددی گنگ گنگ میشه؟ من میدونم که دو به توان رادیکال دو گنگه، به توان یک عدد گنگ رسیده و حاصلش شده گویا. پس این گزینه هم اشتباهه. گزینه چهارم همون نکته است که من در اسلاید قبلی بهش اشاره کردم. مطلب بعدی خاصیت ارشمیدسی اعداد حقیقی هست. اگر x و y اعدادی حقیقی باشند و این x که سمت چپ قرار داره عددی مثبت باشه، در این صورت یک n وجود داره که nx بزرگتر از y هست. از این خاصیت من در اثبات ها خیلی استفاده می کنم. میخوام ثابت کنم که یک انومی در بازه صفر و افسیلون وجود داره. یه دونه یک انوم اینجا بین صفر و افسیلون وجود داره. من این خاصیت رو ازش استفاده میکنم. به جای x افسیلون میگذارم، به جای y عدد یک میگذارم. نتیجه میشه یک انوم کمتر از افسیلون. یک انوم که میدونم n متعلق به اعداد طبیعی هست، پس یک انوم مثبت هم هست. یعنی یک انوم بزرگتر از صفر و کوچکتر از افسیلون، یعنی توی این بازه قرار داره. حالا اگر من به جای یک انوم دو انوم داشته باشم، باز هم میتونم از همین خاصیت استفاده کنم و ثابت کنم که در بازه صفر و افسیلون دو انومی وجود داره. اگر به جای یک انوم یک روی ام به اضافه ان داشته باشم، باز هم ثابت میشه. این مطلب رو گفتم چون در نقاط حدی بعداً بهش نیاز دارم. من در فضای Rn چند تا چیز رو میخوام تعریف کنم. جمع بین دوتا عنصر چطور تعریف میشه؟ اولا فضای Rn هر عضویش به صورت n مؤلفه ای هست. جمع x و y میشه تک تک مؤلفه هاش با هم جمع میشه. ضرب اسکالرش چطور هست؟ یک عدد بخواد در x ضرب بشه، اون عدد در تک تک مؤلفه ها ضرب میشه. ضرب داخلیش چطور تعریف میشه؟ ضرب داخلی x و y رو میخونم x dot y و به این صورت تعریف میشه. x1 y1 به اضافه x2 y2 به اضافه 3 تا نقطه xn yn. حالا من میام نرم x رو تعریف میکنم. رادیکال x dot x، یعنی x در خودش dot بشه که به این صورت تبدیل میشه. و نرم x منهای y چیه؟ یعنی x منهای y dot x منهای y. این هم فرمولش به این صورت در میاد. فضای n بعدی اقلیدوسی Rn چیه؟ Rn رو همراه با اعمال جمع که گفتم، ضرب اسکالر که گفتم یک عدد درش ضرب میشه، ضرب داخلی و این نرم اقلیدوسی، فضای n بعدی اقلیدوسی Rn میگیم بهش. اعداد مختلط رو فقط یک یادآوری مختصر میکنم ازش. z رو یک عدد مختلط میگم اگر بتونم به صورت x به اضافه iy بنویسمش که این i به توان 2 برسه میشه منفی 1 و مزدوج z چطور تعریف میشه؟ میشه x منهای iy. این به اضافه میشه منها و اگر منها بود میشد به اضافه. و قدر مطلق z به این صورت تعریف میشه: رادیکال مؤلفه اول به توان 2 به اضافه مؤلفه دوم به توان 2. مجموعه تست فصل 1 رو براتون حل میکنم. تست اول، اگر مجموعه A به صورت زیر تعریف شده باشه، سوپریموم و اینفیموم این مجموعه کدام است؟ A به این صورت تعریف شده. A از دو قسمت تشکیل شده، این قسمت اول و قسمت دوم که با هم منها شدن. من قبلا فرمول داشتم که سوپریموم A منهای B مساوی است با سوپریموم اولی منهای اینفیموم دومی. حالا اسم آ رو چون اینجا استفاده کردم، میگم سوپریموم ای منهای اف مساوی است با سوپریموم ای منهای اینفیموم اف.
برای اینفیمومش هم فرمول مشابهی دارم. پس من برم سوپریموم و اینفیموم تک تک این اعضا رو به دست بیارم. میدونم که سینوس در مضارب پی چارم به ماکسیموم مقدار و مینیموم مقدار خودش میرسه. و همینطور برای قسمت دوم اگر ام رو عدد یک بگذارم میشه یک دوم به ازای ام های دیگر متعلق به ان عددی کمتر از یک دوم به دست میاد. و میدونم که این عبارت همواره بزرگتر از صفره، اما یک دنباله نزولی هست که به صفر میل میکنه. در واقع اینفیموم مقدار این عبارت صفره و سوپریموم مقدارش یک دومه. از فرمول سوپریموم استفاده میکنم. سوپریموم تفاضل دو مجموعه چی بود؟ میگه سوپریموم اولی منهای اینفیموم دومی. اینجا دارم. و اینفیموم مقدار تفاضل دو مجموعه مساویس با اینفیموم اولی منهای سوپریموم دومی که دوتا عدد یک و منفی سه دوم برای من به دست میاد. تست دوم، اگر آ و ب زیر مجموعه های ناتوهی و کراندار آر باشند، یعنی چی؟ یعنی سوپریموم و اینفیموم اونها موجوده. کدام گزینه هم ارز است با اینکه اینفیموم آ کمتر یا مساوی است با اینفیموم بی؟ وقتی میگه هم ارز هست یا معادل هست، باید یک رابطه دو طرفه رو بررسی کنم. یک اگر و فقط اگر رو بررسی کنم. من ثابت میکنم که این گزینه با گزینه دال معادل هست، یعنی یک رابطه دو طرفه بینشون برقراره و برای بقیه گزینه ها مثال نقض میارم. در گزینه الف باید ثابت کنم از اینفیموم آ کمتر یا مساوی اینفیموم ب، نتیجه میگیرم که عضوی در مجموعه آ هست که کوچکتر یا مساوی هر عضو مجموعه بی هست. از جمله کوچکتر یا مساوی بی مساوی صفر. آیا عضوی در آ وجود داره که از این عضو کوچکتر یا مساوی باشه؟ چنین چیزی برقرار نیست. و میبینم که این فیموم آ چون صفره کمتر یا مساوی این فیموم بی که صفر هست میباشد. برای گزینه جیم هم دقیقا همین مثال رو میتونید مطرح کنید. در گزینه ب به ازای هر افسیلون مثبت دو عضو، یکی در مجموعه آ و دیگری در مجموعه بی وجود داره که آ کمتر از بی به اضافه افسیلون هست. من اینجا دو تا عضو مشخص کردم، اولی دو هست، دومی هم دو هست. آ هم کمتر از بی به اضافه افسیلون میشه، اما این فیموم آ کمتر یا مساوی این فیموم بی نمیشه. این فیموم این مجموعه خودشه، یک عضوی این فیموم و سوپریمومش با هم مساویان. این فیموم این مجموعه یک هست، سوپریمومش دو هست، نتیجه نمیشه این رابطه برقرار هست. گزینه دال رو میخوام ثابت کنم. اولا از این فیموم آ کمتر یا مساوی این فیموم بی روی شکل ببینید. من مجموعه آ رو با رنگ مشکی کشیدم، مجموعه بی رو با رنگ آبی. این فیموم آ اینجاست، این فیموم بی روی خط آبی قرار داره. این فیموم آ کمتر یا مساوی این فیموم بی قرار داره. میخوام ثابت کنم که به ازای هر بی که داخل مجموعه بی داشته باشم و هر افسیلون دلخواه که این نقطه میشه بی به اضافه افسیلون من، عضوی مانند آ وجود داره در مجموعه آ که آ کمتر از بی به اضافه افسیلون هست. از روی شکل واضحه که این رابطه برقراره. اما طرف دومش، اگر وجود داشته باشه یک آی که آ کمتر از بی به اضافه افسیلون باشه، چون این فیموم آ خودش کمتر از آ هست، پس این فیموم آ کمتر میشه از بی به اضافه افسیلون. این رابطه برای هر افسیلون برقراره. پس میتونم این افسیلون رو بردارم، به جاش اینجا نماد کمتر یا مساوی بگذارم. به این صورت. این رابطه برای هر بی برقراره. پس میتونم بنویسم این فیموم آ کمتر یا مساوی این فیموم بی و حکم ثابت شد. اگر ای و اف زیر مجموعه های ناتوهی و کراندار آر باشند، یعنی سوپریموم و این فیمومشون موجود باشه، کدام یک از این گزینه ها برقرار هست؟ گزینه اول رو در فرمول ها نشون دادیم که برقرار هست.
گزینه دوم رو گفتیم فقط با شرط مثبت بودن ای و اف برقرار هست. در حالت کلی اگر من بخوام یه فرمولی برای سوپریموم ای اف بگم به این صورت میشه سوپریموم ای اف مساوی است با ماکسیموم این چهار گزینه‌ای که میگم. یک گزینه حاصل ضرب سوپریموم ها، گزینه دوم حاصل ضرب اینفیموم های دو مجموعه، گزینه سوم حاصل ضرب سوپریموم اولی در اینفیموم دومی، گزینه چهارم حاصل ضرب اینفیموم اولی در سوپریموم دومی. ماکسیموم این چهار گزینه رو تشکیل میدیم میشه سوپریموم ای اف در حالت کلی. اما در حالتی که ای و اف مثبت باشند سوپریموم ای اف مساوی میشه با این عبارت. اینجا هیچ شرطی براش نگذاشته پس درست نیست. گزینه سه گفته اگر اشتراکشون ناتوهی باشه یه فرمول برای سوپریموم اجتماع به این صورت دارم که نشون میدم در مثالهای نقض که این فرمول اشتباه هست. و گزینه آخر گفته اگر اشتراکشون مخالف توهی باشه برای سوپریموم اشتراک این فرمول رو دارم، این هم با مثال نقض نشون میدیم که اشتباه هست. مثال نقضی که برای گزینه سه گفتیم، گزینه سی میگفت اگر اشتراکشون مخالف توهی باشه که در اینجا من نشون دادم در این مثال اشتراکشون مخالف توهی هست، سوپریموم اجتماع مساوی میشه با سوپریموم اولی به اضافه سوپریموم دومی منهای سوپریموم اشتراک. سوپریموم این مجموعه 3 هست، سوپریموم این مجموعه 4 هست، سوپریموم این 1 هست، سوپریموم این هم 4 هست. بررسی کنید ببینید که برقرار نیست. در گزینه دال میگه اگر اشتراکشون ناتوهی باشه سوپریموم اشتراک مساویه با حاصل ضرب سوپریموم ها. در این مجموعه سوپریموم ای هست 2، سوپریموم اف هست 3، سوپریموم اشتراکشون هم میشه 2. بررسی میکنید که این رابطه براش برقرار نیست. فصل دوم رو شروع میکنم. در این فصل به بررسی فضاهای متری میپردازیم. گویهای باز رو در فضاهای متری مختلف بررسی میکنیم و همراه با مثالهای متعدد نکات مربوط به قطر یک مجموعه و فاصله بین دو مجموعه رو توضیح میدیم. اولین مبحث، مبحث متر و فضای متری هست. اگر x یک مجموعه ناتوهی باشه و d تابعی باشه با این خواص که d از x ضرب در x به r تعریف بشه و این 4 تا خاصیت رو داشته باشه، در این صورت d رو بهش میگم یک تابع فاصله یا یک متر روی فضای x و به فضای x و d یک فضای متریک گفته میشه. ببینیم این 4 تا خاصیت چی هست. اولا فاصله بین دو نقطه x و y باید بزرگتر یا مساوی صفر باشه. فاصله منفی نمیتونه باشه. ثانیاً فاصله بین دو نقطه x و y فقط و فقط در صورتی میتونه صفر باشه که این دو نقطه بر هم منطبق باشن. شرط سوم اینه که فاصله بین دو نقطه x و y مساوی باشه با فاصله نقطه y و x. شرط چهارم میگه فاصله بین نقطه x و y کمتر یا مساوی است با فاصله بین نقطه x و z به اضافه فاصله بین نقطه z و y. ثابت میشه که اگر تابعی این چند تا شرط رو داشته باشه خود به خود شرط یک رو هم خواهد داشت، یعنی در واقع شرط یک زائده و از شرایط دو تا چهار به دست میاد. تعریف متر اقلیدوسی. متر اقلیدوسی یا متر معمولی روی آر یعنی دی ایکس و وای قدر مطلق ایکس منهای وای، فاصله بین هر دو عنصر رو تعریف کرده قدر مطلق تفاضل بین اون دو عنصر. و متر اقلیدوسی روی آر ان به صورت تعریف میشه متر اقلیدوسی مساوی است با نرم ایکس منهای وای. من قبلا نرم ایکس منهای وای رو براتون تعریف کردم، اینجا باز شدهش رو میتونید ببینید. این هم همون تعریفی است که من در دوران دبیرستان فاصله بین دو عنصر رو باهاش به دست می آوردم. مثلا دو عنصر روی فضای R2 یا فضای R3 رو به دست می آوردم فاصلش رو.
میخوام فاصله بین دو نقطه زیر رو با متر اقلیدوسی یا متر متداول روی R2 پیدا کنم. این دو نقطه به این صورت به من داده شده. فاصله بین دو نقطه میذارم داخل فرمول اسلاید قبلی. تفاضل بین مؤلفه های اول به توان دو به اضافه تفاضل مؤلفه های دوم به توان دو و جوابش راحت به دست میاد. فرض کنید که من یک متر دی داشته باشم. با استفاده از این متر میخوام مترهای مختلفی بسازم. مترهایی که میسازیم منحصر به همین چند تا متر نیستن که من اینجا میگم با استفاده از یک متر شما میتونید کلی مترهای جدید بسازید. من نمونه هایی از اونها رو براتون نوشتم. اولی متر مینیموم یک و دی ایکس و وای هست که من اینجا دی رو داشتم به عنوان یک متر. مثلا من میدونم قدر مطلق ایکس منهای وای خودش یک متره. پس مینیموم یک و قدر مطلق ایکس منهای وای میشه یک متر دیگه. متر دومی که اینجا میتونم بسازم رادیکال فرجه N دی ایکس و وای هست. در صورتی که بدونم دی یک متر بوده. به ازای N های بزرگتر یا مساوی دو که طبیعی هستند. مثلا رادیکال قدر مطلق ایکس منهای وای میشه یک متر. رادیکال فرجه سه قدر مطلق ایکس منهای وای یک متر دیگه است. و همینطور به ازای انهای مختلف من میتونم کلی متر بسازم. متر بعدی که میخوام براتون معرفی کنم متر دی ان هست. دی ان ایکس و وای مساوی است با دی ایکس و وای تقسیم بر یک به اضافه ان دی ایکس و وای که ان طبیعی هست. مثلا میدونم قدر مطلق ایکس منهای وای یک متر هست. به ازای ان دلخواه مثلا ان میتونه یک باشه. میتونم دی یک رو تشکیل بدم میشه قدر مطلق ایکس منهای وای تقسیم بر یک به اضافه قدر مطلق ایکس منهای وای. ان رو دو بگذار. دوباره همین عبارت رو بنویس و یک متر دیگه تشکیل بده. مترت رو عوض کن. مثلا به جای قدر مطلق ایکس منهای وای بذار رادیکال قدر مطلق ایکس منهای وای و به ازای ان های مختلف باز میبینیم که بی نهایت متر اینجا تولید میشه برام. کدام یک از توابع زیر متریکی بر مجموعه اعداد حقیقی است؟ گزینه اول متر نیست چون ضرایب x و y با هم متفاوتن. من اگر x رو یک عدد دلخواه مثلا عدد 2 بگیرم به ازای y مساوی 3 دی x و y مساوی 0 میشه. یعنی دی 2 و 3 مساوی 0 در حالی که 2 مساوی 3 نیست. گزینه بعدی متر نیست چون میتونم x و y رو با هم قرینه هم در نظر بگیرم و دی x و y مساوی 0 بشه. مثلا دی 1 و منفی 1 مساوی 0 میشه در حالی که 1 مساوی منفی 1 نیست. گزینه سوم متر نیست چون نامساوی مثلثی براش برقرار نیست. در اسلاید بعدی بررسیش میکنم. گزینه چهارم همان دی ان x و y هست که n رو من گرفتم عدد 3 پس متر هست. میخوام گزینه سوم رو بررسی کنم. باید این شرط برقرار باشه. نامساوی مثلثی باید براش برقرار باشه. x رو 0، y رو 1 و z رو 3 قرار بدید. داخل این فرمول میگذارم و میبینم که نامساوی مثلثی براش برقرار نیست. تعریف بعدی تعریف متر گسسته است. یکی از مترهایی که من فوق‌العاده توی این درس باهاش سر و کار دارم. فاصله بین هر دو عنصر در متر گسسته یک زمانی که اون دو عنصر با هم متفاوت باشن و صفر وقتی که اون دو عنصر بر هم منطبق باشن. میخوام مترهای جدیدی با استفاده از دو متر بسازم. اگر دو تا متر دی یک و دی دو داشته باشم ترکیب خطی از اینها برای من یک متر میشه به شرط اینکه این ضرایب مثبت باشن. یعنی ضرایب منفی و صفر قابل قبول نیستن. پس K1 D1 به اضافه K2 D2 خودش یک متر میشه. و همینطور ماکسیموم D1 و D2 یک متر هست. و متر بعدی که میتونم معرفی کنم اگر D1 رو به توان عدد پی برسونم به اضافه D2 به توان پی و کلش رو به توان یک پیوم برسونم یک متر جدید برای من ساخته میشه. به ازای هر پی بزرگتر یا مساوی یک من یک متر دارم.
حالا اگر پی رو کمتر از یک بگیرم دیگه متر نمیشه، پس به این شرط هم دقت داشته باشید. مثلا دی یک رو میتونی بگیری قدر مطلق ایکس منهای وای، دی دو رو بگیرم رادیکال قدر مطلق ایکس منهای وای. در این صورت ترکیب خطی از اینها ماکسیموم اینها، و پی رو میتونی هر عدد دلخواه بگیری، مثلا پی رو مساوی با 2 بگیری، البته با این شرط که پی بزرگتر یا مساوی 1 باشه. دقت کن توان پی که اینجا دارم همون رو باید اینجا توی توان دی 2 داشته باشم و کلش هم به توان 1 پیوم باید برسه. یه چیز دیگه ایم که باید دقت کنی، همون ایکس و وای که من اینجا مینویسم رو همون رو اینجا و اینجا دارم، یعنی جلوی دی 1 و جلوی دی 2 همون ایکس و وای رو دارم. بعدم میگم که این نکته رو من برای چی الان اینجا گفتم، و این نکته رو میتونم به استقراب تعداد متناهی متر هم تعمیم بدم، یعنی مثلا به جای 2 تا متر میتونم 3 تا متر داشته باشم و با هم جمعشون کنم، ماکسیموم بین 3 تا متر یا 4 تا متر باشه. آیا این متر یک متر کراندار روی آر هست؟ بله، این متر متر کراندار هست. چرا؟ چون این قدر مطلق کمتر یا مساوی است با قدر مطلق مؤلفه اول به اضافه قدر مطلق قسمت دوم به این صورت. اما صورت کسر کوچکتر از مخرج هست. پس این کمتر از یک، دومی هم کمتر از یک، به عبارتی دی ایکس و وای کمتر از 2 شد، کمتر از یک عدد ثابت. پس دی ایکس و وای که کمتر از یک عدد ثابت کران داره. در این درس به بررسی حاصل ضرب دکارتی فضاهای متری میپردازیم. اگر دو فضای متری به این صورت تعریف شده باشه، M1 و D1 یک فضای متری، M2 و D2 فضای دیگر من باشه، در این صورت حاصل ضرب دکارتی اون دو تا فضا به همراه هر کدوم از این توابعی که اینجا براتون میگم یک فضای متریک هست. متر اولی که روی این فضا تعریف میکنم متر D1 هست، مجموع D1 و D2ی که اینجا دارم. متر دوم ماکسیموم D1 و D2 هست و متر سوم D1 به توان پی به اضافه D2 به توان پی کلش به توان 1 پیوم، با این شرط که پی بزرگتر یا مساوی 1 باشه. اما فرقش با اون چیزی که در اسلایدهای قبلی گفتیم چی هست؟ دقت کنید، چون ایکس و ایگرگ نقاطی از فضای حاصل ضرب دکارتی دو فضا هستند، پس خود ایکس به صورت دو مؤلفه ای است و همینطور ایگرگ هم به صورت دو مؤلفه ای هست. اینجا D1 ایکس و وای دارم. D1 روی X1 و Y1 اثر میکنه و این D2 روی X2 و Y2 اثر میکنه. یعنی این متر D1 من روی مؤلفه های اول اثر میکنه و این متر دوم، این متر D2 روی مؤلفه های دوم اثر میکنه. به عنوان مثال روی R2 مترهای زیر رو تعریف میکنم. R2 مساوی است با R ضرب در R، یعنی حاصل ضرب دکارتی دوتا R. روی R من متر اقلیدوسی رو دارم. D1 و D2 هر دو رو متر اقلیدوسی روی R در نظر میگیرم. ولی حواسم هست که D1 باید روی مؤلفه های اول اثر کنه، D2 روی مؤلفه های دوم. پس قدر مطلق تفاضل مؤلفه های اول به اضافه قدر مطلق تفاضل دو مؤلفه دوم، چون در اسلاید قبلی گفتم D1 به اضافه D2 یک متر هست و همینطور گفتم ماکسیموم D1 و D2 یک متر هست و D1 به توان پی به اضافه D2 به توان پی کلش به توان 1 پیوم، اینجا پی رو مساویه با 2 گرفتم. در واقع این متر سوم من همون متر اقلیدوسی روی فضای R2 هست. هیچ کدام از توابع زیر تشکیل متری برای M1 ضرب در M2 نمیدهند. تابع اول D1 هست که به جای نماد جمع از نماد ضرب درش استفاده شده، پس این تشکیل متر نمیده. دومی به جای ماکسیموم از نماد مینیموم استفاده شده، این هم تشکیل متر نمیده. و سومی و چهارمی به این صورت تعریف شده، شبیه متر DN هست، با این تفاوت که در متر DN کل متر من یعنی D1 مثلا به اضافه D2 روی صورت قرار می گرفت
اینجا دی یک روی صورت، دی دو داخل مخرج، دی دو داخل صورت و دی یک داخل مخرج قرار گرفته. اینها تشکیل متر نمیدن. برای اولی علتش رو میگم، برای بقیه مشابه هست. فرض کنید که دو نقطه x و y من به این صورت تعریف شده و x1 مساوی y1 باشه، x2 مخالف y2. در این صورت دو نقطه x و y مخالف هم هستند، مساوی هم نیستند. چون x1 مساوی y1 هست، d1 x1 و y1 مساوی 0 میشه. پس به دلیل این نماد ضربی که اینجا وجود داره، این هم مساوی 0 میشه. دی یک دو تا نقطه مساوی 0 شد، اما اون دو نقطه با هم مساوی نیستند، پس تشکیل متر نمیده. یه تست: اگر این دو نقطه دلخواه از فضای آر دو باشند، کدام ضابطه زیر برای دی اون دو نقطه متریکی بر آر دو نیست؟ میدونم که ماکسیمومش متریک هست، میدونم که مجموعشون متریک هست و این هم که همون متر دی ان من هست، چون صورت خودش یک متره. بنابر این گزینه که دارم یک به اضافه همون متر رو من اینجا دارم، متر دی ان هست به ازای ان مساوی با یک. اما این گزینه اول متر نیست. شبیهش رو من قبلا هم براتون در فضای آر حل کردم، زمانی که توان دو داشت متر نمیشد. در اسلاید بعدی مثالی رو می‌بینید که در اون مثال توضیح دادیم که نامساوی مثلثی برای این گزینه برقرار نیست. این سه تا نقطه رو در نظر بگیرید، این نقطه اول، دوم و سوم. فاصله بین این دو نقطه رو من با اون متر به دست آوردم، شده یک، فاصله بین این دو نقطه شده چهار و فاصله بین این دو نقطه شده نه. پس نامساوی مثلثی براش برقرار نیست. باید این فاصله کمتر یا مساوی با مجموع این دو فاصله باشه، یعنی اون گزینه متر نیست. در این درس به بررسی مطالبی در مورد حجره کابعدی، گوی باز، همسایگی و گوی بسته می‌پردازیم. اولی مطلب حجره کابعدی. اگر مجموعه x هایی که بین دو عدد محدود هستند رو در نظر بگیرم، یک حجره یک بعدی در R دارم. اگر مجموعه x و y هایی که xش بین دو عدد محدود هست و yش هم بین دو عدد دیگه محدود هست در نظر بگیرم، در این صورت یک حجره دو بعدی روی فضای R دو دارم. به همین ترتیب اگر مجموعه نقاطی مثل x رو که x کامؤلفه ای هست در R K در نظر بگیرم که هر کدوم از این مؤلفه ها بین دو تا عدد محدود هستند، یک حجره کابعدی در R K دارم. گوی باز: به مرکز x و شعاع R مجموعه y هایی است متعلق به فضای x من، به طوری که فاصله x تا نقطه y کمتر از R باشه. این x، x کوچیک هست که مرکز گوی باز من هست و شعاع رو من اینجا داخل اندیس میگذارم. گاهی این نماد رو با این نماد هم نشون میدن، یعنی شعاع رو میام تو مؤلفه دوم قرار میدم. همسایگی نقطه x رو با نماد nrx نشون میدم. توی این درس همسایگی ها رو با گوی های باز یک در نظر میگیرم، اگرچه در واقع این دوتا با هم متفاوت هستند. حالا اگر به جای این نماد کوچکتری از نماد کوچکتر یا مساوی استفاده کنم، گوی بسته به مرکز x و شعاع r دارم. در R با متر معمولی گوی باز به مرکز X و شعاع 2 رو پیدا کنید. من میام از نقطه X به شعاع 2 یک همسایگی میذارم، چون مترم متر معمولی یا اقلیدوسی هست. دقیقا همون مفهومی است که من از دوران دبیرستان و ریاضی 1 برای همسایگی میشناختم، یعنی تمام نقاطی که بین X منهای 2 و X به اضافه 2 قرار دارن. اگر فضای من دیگه R نباشه، محدود بشه به نقطه 0 و 4، یعنی از اینجا تا اینجا، این خط سبزی که من کشیدم، گوی باز به مرکز 1 و شعاع 2 رو پیدا کنید. من اگر بخوام از این نقطه به مرکز 1 و شعاع 2 یک همسایگی بزنم، اولا باید نقاطی رو در نظر بگیرم که داخل فضای X من هست.
پس این قسمت ها برای من قابل قبول نیست. یعنی مجموع ایگرگ هایی که متعلق به ایکس هستند و چون با متر اقلیدوسی داریم کار میکنیم باید قدر مطلق ایگرگ منهای یک کمتر از دو باشه که این میشه از نقطه صفر تا نقطه سه. به عبارتی من این قسمت ها رو که توی فضای ایکس هم نبوده حذف کردم. نگید که این گوی باز نیست چون یک طرفش نماد بسته داره. این یک گوی باز هست نسبت به این فضا.